بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. راجع به قاسم سلیمانی صحبت نکنیم، راجع به خودمون صحبت کنیم. من اولا نمیدونستم که اینقدر ضعیفم که از یک دو ساعت پیش که از هواپیما آمدن پایین شنیدم، اصلا تمام ذهنم به هم ریخت، پاهم سوس شده. من شهادت خیلی از بچه ها رو دیدم، شما هم دیدیم تو عملیات های مختلف خونشون به سر صورت ما پاشید و بغل ما جون دادن، ولی دو سه بار یادم این حالت به من دست داده و به همه شما. بله، من میخواستم نیام دیگه بالا، برای که من احساس کردم نیازی نیست به صحبت، هم خودم اصلا حالم مساعد نیست. آخرین بار که شما دیدم چند ماه پیش بود، در یک جلسه یک گزارشی تحلیلی میداد از وضعیت نهضت اسلامی در منطقه و در جهان اسلام، که همه اخبار دال بر پیروزی اسلام و پیشروی جبهه متحد انقلاب و تحقق پروژه توحیدی و انبیایی صدور انقلاب و دفاع از مستضعفین و قدرت پایگاه‌های انقلابی و جهادی، اینکه یک بلوک قدرت جدیدی در منطقه و در جهان تشکیل شده به نام خدا و به نام انقلاب اسلامی، به اعتراف دشمنان یه بلوک دومی در جهان تشکیل شد و جهانی که دو قطبی بود و بعد از انقلاب سه قطبی شد، بعد از فروپاشی کمونیسم دوباره جهان دو قطبی شد، این بار دو قطبی اسلام و استکبار، نه شرق و غرب. چند وقت شما الان دارید میشنوید از مقامات درجه یک آمریکایی، انگلیسی، صهیونیست و رژیم‌های فاسد منطقه که اسم سپاه قدس و گروه‌های جهادی رو میشنوید با نفرت، با کینه، با عصبانیت و در این حال با حسادت میبرن. چندین بار شنیدیم که اینا میگن امثال سلیمانی اینها دشمنان ما هستند، ولی ما بهشون احترام میگذاریم. میرو مقامات درجه یک دشمن گفتن که ما با اینا باید بجنگیم، اینا ریشه ما رو دارن میزنن، اما باید احترام بگذاریم و احترام میگذاریم به این قدرت روحی، صلابت و صداقت اینا. این خیلی مهمه که دشمن شما رو به صداقت و به صلابت بشناسه. زدن به سیم آخر این کار رو کردن، این یعنی همه چیز رو از دست رفته دیدن، و الا این کار که هیچ منطقی نداره. اینا پیشبینی که میکردن. امروز دیدم این ترامپ پرچم آمریکا رو گذاشته توی توییتش، توییت کرده و هیچی دیگه هم نگفته. رئیس پنتاگون گفت به دستور شخص ترامپ سلیمانی رو کشتیم. خب اینا افتخار بزرگی است که سران کفر و استکبار بگن دشمنان درجه یک ما کیا هستن. شهید قاسم سلیمانی که از اولم شهید بود، شهید قاسم سلیمانی. تو اون جلسه من یادمه که نزدیک یک ساعتشون تعلیلی داد، جلسه محدودی بود، چند نفری بودن، و چنان زیبا و دقیق و چنان علمی و عمیق و چنان ایدئولوژیک و انقلابی در این حال بحث کرد که اون جمع که همشون اهل فن و اهل علم و اهل تحقیق بودن مسحور این قدرت تبیین و ادبیات او شدن. شهید قاسم سلیمانی یک متفکر بود، این بعدش رو کمتر مردم میدونن، بعد جهادیشو شنیدن. یک متفکر بزرگ بود، تحلیلگر بزرگ و عمیق بود،
کسی که از قبل از انقلاب در جریان مبارزات دینی و فکری حضور داشت، قبل از انقلاب و انقلاب فعالیتش تو جبهه از وقتی یک نوجوان بوده تا وقتی بدن تکی تکش و تصویرش رو امروز دیدیم توی رسانه ها، مقطع الاعضا. اینا افتخار و بزرگیه برای او که همطور که رهبری گفتن به خودش تبریک گفت، باید به خودش تبریک گفت. اصلا کسی تصور نمیکرد اینجور آدم های زنده بمونن، اصلا برای اینا ننگه با مرگ طبیعی مردن، هیچ آینده دیگه برای اینا قابل تصور نیست. حالا به فکر بیچاره هایی باید باشیم در داخل کشور، خارج کشور، افکار پست، قلب های فاسد، عقل های ضعیف که نقاط قوت این انقلاب رو تبدیل به نقاط ضعف تو رسانه ها کردن و میکردن و میکنن. یعنی این عقبه عظیم انقلابی که کل این منطقه رو و جهان اسلام رو فرا گرفته، امروز 5 کشور وارد اردوگاه انقلاب اسلامی شدن. انقلابی که دهه 50 آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها رو از ایران بیرون کرد، دهه 90 از کل منطقه بیرونشون کرد. اینا بزرگترین پیروزی‌هاست. ایران در طول تاریخش این همه قدرت و عزت و پیروزی نداشته. اسلام اینقدر قدرت و عزت نداشته. بعد از قرن‌های قدرت و عزت آمده و از سربازان خط مقدمش این دوستان و برادران هستن، رضوان الله علیهم و طوبی لهم. ولی نگران ادامه این خط هستیم در حکومت. او رو باید پاس داشت، او رو باید مراقب بود. حرکتی که تونست انقلاب اسلامی رو تبدیل به اسلام رو تبدیل به یک ابرقدرت بکنه، با عقلانیت، با پیچیدگی، با محاسبه. شما مدل قلابی تفکر جهادی رو دیدید، جهاد وهابی، سراسر حماقت و خشونت، حماقت و خشونت که اینا ترکیب اینا محصول وهابیت بود و دقیقاً این ورژن از تفکر جهادی رو درست کردن برای تخریب روح جهاد و شهادت و جلوگیری از بیداری اسلامی. ولی صدمه هم زیاد زدن. ولی دنیا امروز داره مقایسه میکنه بین دو تعریف از اسلام و جهاد، یک تعریف عقلانی اخلاقی از مجاهد، یک تعریفی که مفهوم جهاد و اسلام مصادف شده و معادل شده با حماقت و خشونت. عملیات استشهادی که حزب الله و جهاد اسلامی و نیروهای انقلاب اسلامی میکردن، یه نفر آدم میرفت 100 تا 200 تا کماندوی آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، صهیونیستی رو میزد و باعث میشد برای اولین بار یک کشور عربی که لبنان بود اشغال شده رها بشه. هیچ کشور دیگه رها نشده بود، هر جا اینا جلو آمدن دیگه عقب نرفتن، موندن. همین الگوی جهاد که محصول همین شهدای ما بود، بچه های ما تو جبهات سبک جنگیدن و سبک شهادت اونا بود که بعد در لبنان حزب الله رو ساخت، در فلسطین جهاد اسلامی رو، حماس رو ساخت، در یمن انصار الله رو ساخت، در عراق هشت شعبی رو، فاطمیون رو، زینبیون رو، علویون رو، انصار الله رو در یمن. این همون فکر جهادی است. یعنی او بچه هایی که تو قله های پربرف کردستان پاهاشون یخ میزد و جنازه شون زیر برف میموند، او بچه هایی که تو فکه تو محاصره از تشنگی شهید می شدن و عقب نمی آمدن، او بچه های قواسی که تو کربلای 4 تیروار مستقیم تو صورتشون می زد و نفر جلوی می افتاد نفر پشت سر می رفت، او فداکاری ها جواب داد. تو تاریخ ثبت نشده خیلی ها، شما هم نمیتونین روایت کنیم بسیارش، ولی خدا دید و روایت کرد و منتقل کرد به قلب ها. این و این الگو جهانی شد. امروز این الگو کل منطقه رو آزاد کرده. حالا خدا به کسانی مثل سلیمانی و بچه های سپاه قدس حفظهم الله این توفیق رو داده که با ملت های دیگه گره خوردند، هماغوش با هم به شهادت می رسند. همینطور فرمانده هشت شعبی که با ایشون شهید شد،
ابو مهدی ایشون هم تو هم زیارت اربعین امسال من دیدم، امسال اربعین نزدیک کربلا که بودیم یک موکبی بود مال شهدای هشت شعبی که من اونجا جلسه ای داشتم، شب بود آخر شب ایشون اومد اونجا و یک پفش ده دقیقی هم خدمت ایشون بودیم با هم صحبت کردیم و دقیقا صفای یک بسیجی مؤمن و فداکار رو در این مرد شریف دیدیم که او هم لایق شهادت بود و گواراش باشه. بعدم میگه که آقای قاسم سلیمانی بعد از صحبت من تو نمازجمعه تهران بود که مناقشات و تحریفا و سرصدایی شروع شده بود، ایشون اونجا آمد ما رو در آغوش گرفت و بوسید و گفت که همین خطی که داری میری همین خط تا آخر برو، همین حرفا اینا همین حرفا رو باید بگیم، انقلاب اونجوری میمونه. تصویر جدیدی اینا از مجاهد و رزمنده ارائه دادن. تو دنیا ژنرال و نظامی یک تعریف دیگه داره، این یک تعریف دیگه است. اوج احساس واقعا انسان، من زیاد با ایشون مشغول نبودم متاسفانه، ولی چند جلسه که با ایشون ساعت‌های نشستم، اوج احساس و عاطفه و محبت و اخلاق، مظهر اخلاق اسلامی، تواضع، ادب، محبت، همیشه لبخند بر لب، نماد عشق، نماد عاطفه، مثل یک دختر حساس و عاطفی، همیشه آماده گریه تو مسائل انسانی و در این حال یقین مطلق. همین صحبت که ایشون کردن تقریبا جلسه ای نبود که بحث شهادت رو مطرح نکنه. خب حالا بگذاریم از سلیمانی، چون سلیمانی امثال سلیمانی ها از ما گذشتن و رفتن، این عالم تموم شد، چیزی نبود. ما که تجربهش کردیم احساس میکنیم این عالم همش توهم بود و دروغ بود، عالم اصلی عالم بعدیه، اینجا هیچ خبری نیست، همه خبرها بعده. من از همینجا میخوام وارد بحث بشم. البته کل مطلبی تو ذهنم از هم پاشید ولی نمیتونم بهش نظم بدم احتمالا، ولی سعی میکنم دو سه نکته شو عرض بکنم به احترام جمع شریف که برای مسئله روایت جهاد و شهادت جمع شدیم. ببینید ما از تمام مسائلی که تو جنگ گذشت و اون جهاد میبینید که ادامه داره، شهیدها هنوز دارن میان میرن، یعنی نبرد تمام نشد دیگه، از این واضح تر نمیشه که بفرد این شعار نهضت ادامه دارد محقق بشه و خودش نشون بده. ما چه چیزی را و چگونه گزارش کنیم؟ اون عنوانی که من میخواستم بهش بپردازم و حالا تا یک حدی بهش اشاره میکنم اینه: جنگ یک فیزیکی داشت و یک متافیزیک. کل جهان همینه، کل زندگی همینه، یک فیزیک داره یک متافیزیک، مبارزه، انقلاب. فیزیک جنگ در همه جنگ ها هست، خشونت، ظلم، جنایت اصلا محصول جنگه. جنگ دو چهره داره، یک چهره سیاه و یک چهره نورانی. چهره بد جنگ همین چهره واقعی و فیزیکی جنگ. جنگ بدترین پدیده در تاریخ بشره، قتل نفس، تخریب، نابودی هر سو نسل به تعبیر قرآن کریم. جنگ یعنی خشونت و فساد. جنگ در رأس محرماته. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که هر کس یک تن را بکشد که این کلی 7 میلیارد رو کشته. جنگ و انسان، اعلان جنگ به خداست. قتل نفس از گناهانی است که بخشیده نمیشه، به این راحتی نیست. این چهره بد جنگ، فیزیک جنگ، این محصول متجاوزه. اونایی که جنگ افروزن، تحمیل کنندگان جنگن. اولین نکته یادمون باشه که ما مداح جنگ نیستیم.
ما طرفدار جنگ نیستیم، استقبال از جنگ نمی کنیم، ما ضد جنگیم. وقتی از جهاد و شهادت صحبت میکنیم ما ضد جنگیم. قرآن ضد جنگ ترین کتاب در عالم. جنگ روی بد انسانه. خداوند وقتی انسان رو میآفرید فرشتگان چی گفتن؟ قرآن میفرماد گفتن که آقا این چه جانوریه داری خلقش میکنی؟ این یسفک و دما، خون میریزه، اینا وحشی هم همدیگه رو میکوزن، جنگ رو میدوزن. و یفسد و فلعرز، زمین رو به گن میکشن. یه همچین موجود خطرناک جنگ افروز خشن و فاسد چرا باید آفریده بشه؟ این در جهت فلسفه خلقت نیست، یعنی نه اینکه نیست، آیا هست؟ اعتراض نیست، سؤاله. خداوند فرمود یک روی این سکه رو دیدید، اون بودی که شما دیدید، بود غریزی، جسمانی، حیوانی، خودخواهانه و مادی انسانه، اما یه روی دیگه هم داره، اون رو شما نمیدونید. یعنی اعلم ما لا تعلمون، یه چیزی در این هست که من میدانم شما نمیدانید. به خاطر اون بود دومش بهش سجده کنید. اسماء و حقایق عالم رو به خاطر اون بود دوم بهش آموزش میده و او باید به شما آموزش بده. این معلم شماست. پاکی رو او به شما آموزش میده. خب یه مرتبه چهره دوم میاد بالا. ما توی گزارش و روایت هم اسلام، جهاد صدر اسلام، شهدای صدر اسلام، هم انقلاب، هم جنگ، ما به این روی دوم کار داریم. این رو باید بهش بپردازیم. همون جنگی که سیاه‌ترین و پلیدترین پدیده بشری است، همین جنگ بعد دومی داره، مربوط میشه به متافیزیکش، به بعد غیرمادی، به بعد عقلانی و معنویش، به بعد اخلاقی. یک طرف جنگ تجاوز، جنایت، نابودی هر سنه است، خیانت به خدا و بشر، تجاوز، تحقیر، ظلم، قتل نفس، غارت، یتیم کردن بچه ها، خراب کردن خانه ها، نابود کردن امیدها و زندگی ها و هزاران مفاسدی که در پی هر جنگی هست. جهاد در اسلام مبارزه با این هست. جهاد اساساً، بدونید، جهاد اساساً ضد جنگه. جهاد برای سرکوب جنگ افروزان و جنایتکارانه. جهاد ضد جنایته. جهادی که قرآن میگه، اسلام میگه، جهادی که اهل بیت میگن، نه جهاد وهابی. جهاد وهابی همیشه جهاد مسلمان علیه مسلمانه. جهاد امثال قاسم سلیمانی ها جهاد اسلام علیه استکباره. تو او جهاد سر مسلمان رو میبرن، مسجد مسلمان، شیعه و سنی رو خراب میکنن، منفجر میکنن، به ناموس مسلمانان تجاوز میکنن، سرزمین های اسلامی رو نابود و تخریب میکنن. تو این جهاد اسلامی از عزت مسلمین دفاع میکنن، از آزادیشون، از حریت و کرامت و استقلالشون، از جان انسان های مظلوم حمایت میکنن. اصلا صدور انقلاب اینه، صدور انقلاب جنگ افروزی نیست، صدور انقلاب دفاع از انسان های مظلومه. صدور انقلاب امر به معروف نهی از منکر جهانی است. امر به معروف نهی از منکر مرز نداره، اگه اینجا واجبه همه جا واجبه. دفاع از انسان مظلوم، چه ایرانی چه غیر ایرانی، همه جا واجبه در حد توان. کار انبیا این بود. اینو دقت بکنید، چون یک شبهه خیلی فراگیره. یه عالم فیلم براش ساختن. چقدر اینا فیلم و خبر و تحلیل و شارلاتان بازی در میارن در موردی که بگن بله اسلام، جهاد، شمشیر، انقلاب اسلامی، اینا مدام دنبال جنگن، دنبال انقلابن. انقلاب یعنی خشونت، ایدئولوژی یعنی جنگ. بله اینا با افتخار لذت میبرن از جنگ و گزارش جنگ و گزارش بدن چجوری استخوان ها میشکنه، چجوری چشما در میاد. اینا بس که سادیسم دارن، مازوخیسم دارن. این یک خط دشمنه. کی؟ کسانی که منشأ همه جنگ های دنیا اونها. هر جا جنگ و تجاوز و تروریسم و
اینا چون دیگه آخرش هم یه اتفاقی که چند ساعت پیش افتاده. جوری باید گزارش بکنیم، روایت بکنیم مسائل شهادت و جهاد و شهدا و جنگ و اینا رو که روشن باشه ما داریم از چه موضوعی بحث میکنیم. شهدا شهید میشن برای دفاع از انسان، دفاع از انسان مظلوم، انسان آسیب پذیر، برای این دارن شهید میشن. دفاع از عزت انسان، کرامت انسان ها، حقوقشون، سلامتشون، دفاع از صلح، دفاع از آرامش مردم، دفاع از امنیت. و این خیلی مهمه. آیات متعدد داری با خدای متعال وقتی در شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم این آیه نازل شده می‌فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه. یه عده ای از مردم الله همه، یه عده ای بینشون پیدا میشن رو میفروشن به خدا ابتغاء مرضات الله، هدفشون هم فقط اللهه، دنبال کاسبی، شهرت، قدرت، ریاست، محبوبیت، هیچ چی نیستن، مرضات الله. تو خدا میفرماد یه عده ای هستن جهانشون رو گذاشتن کف دستشون، خودشون رو فروختن به خدا، معامله کردن. بیعت میدونید دیگه، بیعت ریشش بیعه. بیعت کسی که بیعت میکنه با خدا و رسول یعنی بی، یعنی خودشو فروخته. میگه خدا یا من خوابم، بیداریم، آبروم، جانم، مالم، جنگم، صلحم، همش مال تو. تو فیلمایی که غرب و شرق میسازن قهرمان قلابی درست میکنن، چیزایی ندارن که قهرمانای واقعی ما میگفتن. از دو طرف افراط و تفریط گاهی میشه. ولی اجمالا میخوام عرض کنم جوری جنگ رو روایت کنیم و خاطراتی نقل بشه و بحث بشه که تهش فقط فیزیک جنگ نباشه، اصل متافیزیک جنگه. اینا باید به هم گره بخوره. اون مفاهیم قرآنی، توحیدی، جهادی، ارزش شهادت، فداکاری، به همه این شبهاتی که دشمن درست میکنه جواب بده. مثلا میگن آقا تو جنگ عقلانیت نبوده، حساب کتاب نبوده، اینا سرخپوستی حمله میکردن. این هم کسی نیست. خیلی بزرگترا بودن، اونا هم کسی نبودن. تو این مسیح آقا زینب سلام الله علیها که امروز دیروز روز میلاد مبارکش بود، وقتی که کربلا تمام میشه همه رو قتل عام کردن، کشتن، اسرا رو به زنجیر کشیدن، میگم بیاریم از جلوی کنار شهدا ردشون کنیم ببینن بدنای تکه تکه اینا رو. میخوایم ذلت و گریه و تضرع اینا اهل بیت بچه های پیغمبر رو ببینیم، بچه های علی و فاطمه رو، ذلتشون رو ببینیم. و حضرت زینب جمله‌ای که ازشون نقل شده دیدی چقدر زیباست، آوردنش جلوی بدن بی سر حسین، بدن پاره پاره تکه تکه، روش اسب دووندن، خوردش کردن. حالا منتظرن، نگاه میکنن همشون به زینب که تو زنجیر و شلاق خورده ضعف نشون بده. چی گفتشون؟ اصلا با اینا که حرف نزد. گفت اللهم تقبل منا هذا القليل من القربان. خیلی عجیبه. با اونا حرف نزد که با خدا، با الله حرف زد. بعد طلبکار نبود، گفت ما بدهکاریم. گفت خدایا میشه یه خواهش بکنم؟ این قربانی رو، بعد میگه این قربانی کوچک، اینو از ما میشه بپذیری؟ یعنی حسین کوچکه؟ حسین، بدن بی سر حسین کوچکه، چرا زینب میگه کوچک؟ چرا میگه این قربانی کوچک؟ میگه تقبل منا، خدایا از ما میپذیری؟ از ما قبول میکنی؟ این قربانی کوچک را که پیش تو هیچه در محضر تو؟ اینه. و الا کربلا که یک جنگ 100% شکست خورده است، یه جنگی سخت‌تر و بدتر از کربلا که اصلا جنگی نبوده، قتل عام بوده. کدوم جنگ؟ 70 نفر به 30000 نفر جنگه؟ جنگی نبود، قتل عام بود. ولی راویان نور که در رأس راهیان، راویان نور زینب بود، به امام سجاد بود سلام الله علیه و آله، اینا این هیئت راویان نور اینا شروع کردن. اینقدر زیبا و قشنگ روایت کردن که 1400 سال گذشته هنوز اسم اینا جهان رو می‌لرزونه، قلب‌ها رو تکون می‌ده، رژیم‌های دیکتاتور رو تو دنیا می‌ترسن از اسمشون.
هنوز حسین و زینب دارن رژیم سرنگون میکنن. صدام رو حسین و زینب کشیدن پایین، شاه رو حسین کشید پایین. بزرگترین راهپیمایی سال 57 راهپیمایی عاشورا و اربعین بود. کاروان اسرای کربلا رژیم پهلوی رو سرنگون کردن. صدام رو اونا پایین کشیدن، اسرائیل رو اونا از لبنان بیرون کردن، عراق رو حسین و زینب نجات دادن، شام رو فتنه شام رو زینب سرکوب کرد خوبوند. این قدرت دیگه از زینب شکست خورده تر تو تاریخ اصلا امکان داره؟ شکست از این واضح تر؟ همه رو کشتن، سرا رو نیزه، شلاق میزنن، توهین میکنن، تو زنجیر، گرسنه، تشنه، که امام سجاد علیه السلام میگن هنوز سهم کم نان و آبی که برای 24 ساعت برای لیل و یومی میدادن به ما، به هر کسی، ایشون سهم خودش رو باز نمیخورد، همون هم میداد به بچه ها. و از شدت ضعف و گرسنگی و تشنگی، غیر از اون غم‌ها و مصیبت‌ها و شلاق‌ها، ایشون نمیتونست سر پا بایسته و دیگه کم کم نماز شبش هم نشسته میخوند. بدن که ضعیفه، روح قویه، بدن شکست خورده، خورد شده، این روح که اینقدر قدرت داره که روح میسه به یزید میگه یا یزید مردک، تو در حدی نیستی که من با تو صحبت کنم، مخاطبتک، مخاطبه با تو در شأن من نیست، این زنجیرها منو وادار کرده جلوی تو با تو وایستم، اما آمدم برای تقریعک، آمدم بکوبمت، رسوات کنم، برای تو آبرو نخواهیم گذاشت. اینا خیلی مهمه. اون بعد معنی که من الناس من یشری نفسه، بعضی ها هستن نه همه، که همه چیز خودشونو با خدا به خداوند میفروشن، میگن خدا هر چی من هستم و دارم و ندارم مال توه، اصلا تو به من دادی، من جز در راه تو مصرف نمیکنم، من میخوام فدای تو بشم. یک نمونهش همین آقاست که امروز شهید شد. و از این بچه ها خیلی هم گمنام، کسی اسمشون رو نشنیده، صدها توی بچه ها گمنام دارن فداکاری میکنن، اسمشون رو ما نمیشنسیم، نشنیدیم. اینا رو هم چون دشمن حساس شد مطرح شد، ولی خودشون که اینا گمنام بودن، کسی اینا رو مطرح که نمیکرد. رئیس جمهورها و نخست وزیرها و معاون رئیس جمهورهای آمریکایی و اروپایی چندین بار گفته بودن ما التماس میکردیم میشه با این یه مذاکره داشته باشیم، این قبول نمیکنه، نامه فرستادن تو عراق براش، نامه‌شون رو باز نکرده جواب بده، سربسته برگردونده، گفته ما با شما بحث نداریم، ما با شما سازش نداریم. اونا کسای دیگه ایان که هر چی تو سرشون میزنی بازم میگن مذاکره کنیم، دم به شما راه میافتن، اونا کسای دیگه ان، ما نیستیم. هر چی توف میکنین تو صورتشون باز دوباره هم میگن که نه هنوز اینا دارن چشمک میزنن، منظورشون خیره، خوبه. اونا کسای دیگه ان، ایرانی ها همه مثل هم نیستن. وقت آخر این آیه ببینید خداوند چی میفرماد؟ میفرماد که یک عده اینجوری هم برای خدا فداکاری میکنن، بعد میفرماد والله رؤوف بالعباد، آیه 27 سوره بقره. نمیگه رؤوف به این مجاهدین و شهدا، او که واضحه، رؤوف بالعباد یعنی خداوند میفرماد که این که بین شماها یه عده ای هستن که فدا میشن برای بقیه، بقیه دارن زندگیشون رو میکنن، دنبال منافع خودشونن، یک عده ای هن که به خود و منافع خود نمی اندیشن، را می افتون می دونه الان ممکنه جانباز شه، اسیر شه، شکنجه بشه، کور شه، فلج شه، کشته بشه، بچه هاش یتیم بشن، همه اینا رو می دونه و آگاهانه نه یک بار، نه دو بار، ده بار، صد بار می ره تا شهید بشه. خداوند می فرماد این آدم ها، این تیپ آدم ها که بین شما هستن، می دونید چرا هستن؟ برای که من نسبت به شما مردم مهربانم. دقت کردین معنی آیه چیه؟ الله رؤوف بالعباد، برای اینکه یک عده ای هن که خودشون رو با خدا معامله کردن و هر روز آماده شهادتن. معنیش اینه. این رؤوف بالعباد بحث بهشت نیست الان. به مردمه. یعنی مثلا به مردم ما خدا میگه من به شما مهربانم که بین شما امثال قاسم سلیمانی ها تربیت کردم و بوده، چون به شما محبت دارم یک چنین کسانی بین شما پرورش پیدا میکنه، من چون خدا به بندگانش رحم میکنه، چون اگه این تیپا نباشن، این شهدا و مجاهدین نباشن،
یه عده فاسد و مفسد داخلی و خارجی هستن که مدام مثل سگ دنبال قدرت و ثروتن، تسلط بر دیگران، اشغال کشورهای دیگه، نفوذ تو حکومت‌ها، مصالح مردم رو تباه میکنن، امنیت جوامع بشری رو مختل میکنن. خدا میگه من چون به شما رحم میکنم، کسانی رو آفریدم و میآفرینم بین شما آدما که اینا فدای شما میشن. دقت کردید معنی آیه چیه؟ ان الله رؤوف بالعباد. خدا میگه چون شما رو مردم رو حواسم به ملت‌ها و جوامع هست و میدونم اکثرتون تنبلین، خودخواهین، راحت طلبین، عافیت طلبین، خیلی ها مفخورن، ولی چون نگران شما هستم بین شما مجاهدین و شهدا رو تربیت کردیم و اینها رو رشد میدیم، کسانی رو میآفرینم و تربیت میکنم که بیان جانشون رو فدا کنن، از دین و کرامت و حیثیت و عزت شماها دفاع بکنن. این مظهر رحم خدا به جامعه و به مردمه. خدا به مردم، به جامعه بشری رحم میکنه، نه فقط به شهیدان که بینشون شهید و مجاهد تربیت میشه. این معنی آیه قرآن. یعنی اگر شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان، این خانواده های فداکار، مادری که اروز دیدم مادری هست با 9 شهید و جانباز، اگه اینا نبودن و نباشن، این مستبدین عالم و مستکبرین عالم تمام جوامع بشری رو به لجن میکشن، غارت میکنن، ناموسشون، جان و مال و امنیتشون همه رو از بین میبرن، همه رو به غنیمت میبرن، نه ملیت برشون میذارن، نه قومیت میذارن، نه مالکیت میذارن، نه امنیت میذارن. خدای متعال میگه فرعون با شما چیکار کرد؟ یذبحون ابناءکم، مردانتون رو ذبح میکنن، سرشون رو میبرن، میکشن به وحشیانه ترین روش و خشن ترین روش ها، و یستحیون نساءکم، زنانتون هم به کنیزی و به استمتاع و لذت رو به کار میگیرن برای منافع خودشون. اگر مجاهدین نباشن، اگر رزمنده و مجاهد و شهادت طلب نباشه، این بلا رو سرتون میارن. فرعون ها در هر فرعون های هر دوران این بلا رو سرتون میارن. خب ما این ندیدیم جلوی چشم ما تو همین 7-8 سال که آمریکایی ها، انگلیس ها، فرانسوی ها، هر شبت قبلش روس ها، کمونیست ها، نمیدونم صهیونیست ها چی کار کردن با ملت ها. همین الان پیش چشم ما 7-8 ملت رو به خاک و خون کشیدن، میلیون ها معلول، مفقود، آواره، کشته، خانه های نابود، نه امنیت، نه رفاه، نه ناموس، نه آب، نه برق، نه زندگی. اصلا بحث آخرت به کنار، دنیا برای کسی نمیجنن. اینجاست که خدای متعال میفرماد این تعبیر یسومونکم سوء العذاب خیلی تعبیر عجیبیه. یسومون صائم، صائمه یعنی گوسفندی که میچره، علف میچره. یسومونکم سوء العذاب یعنی یک کار میکنن مستکبرین و مستبدین. اگر مجاهد و شهید و رزمنده ها نباشن، اینا یک کار میکنن همونجور که گوسفندا میچرن علف، یک کار میکنن شماها عذاب بچرید. خیلی تعبیر عجیب. چرا قرآن تعبیر چریدن آورده؟ یعنی همونطور که میچرید عذاب قورت میدید. اگر این رزمنده ها و مجاهدین نباشن، اگر این فدایی ها نباشن که جلوی ظلم و ستم و اشغالگری و دیکتاتوری نایستن، اگه اینا نباشن و نیستن، یسومونکم سوء العذاب، میبرن تون چرا؟ علف به جای علف ظلم میچرید، تحقیر میچرید، میچرونتون. خب همینه، اینجاست که خداوند میفرماد که بعد مردانتون رو میکشن، زنانتون رو به استثمار میکنن، عذاب میچرید، زندگیتون تو هم با عذابه، هر چی میخوری از دماغت میپیره، آرامش نداری، لذت نمیری. اینا فدای لذت و آرامش شما شدن، اینو باید بدونن. یعنی خدا به مردم رحم میکند و رحمت خدا تجلیش در این رزمنده ها و مجاهدین و شهدا است. این تعبیر خداوند در قرآن بفهمن که مدیون اینا هم. یعنی خدا کسانی رو خلق میکند که جانشون رو به او میفوشن، برای شما فدا میشن. شما این واسه دیدگر نگاه میکنید، گاهی هم متلک میگین. این رأفت خداست، رؤوف بالعباد، که برای اصلاح جامعه، برای حفظ آرامش همونایی که حتی گاهی قر میزنن، فقط شهدای کربلا نه، همه شهدا مظهر رحمت خدا هستن علیه جهل و ظلم و فقر و محرومیت و ذلت، و برای دفاع سیاست و اقتصاد و امنیت و رفاه و دنیا و آخرت مردم. این رحمت ویژه خداست.
خدا میگه که همه کس نمیتونن این کارو بکنن، این از بنده کسانی میتونن که با خدا تجارت میکنن، یه معامله خاص با خدا دارن و این که خودشون رو میفروشن. میگن کسی که خودشو فروخت دیگه مال خودش نیست. میدونین چرا امثال ای سلیمانی اینقدر دوست داشتنی بودن؟ ما حتی تو ضد انقلاب هم داشتیم ولی این قبولش داشتن. گفتن برای که یک کسانی این ملت ما رو هی ذلیل میکنن، این بچه هایی که دارن خارج کشور شهید میشن در دفاع از مظلومین، اینا به ما به این ملت و به این امت عزت میدن. اینا رو که میبینه آدم غرور میگیره، سرش رو بالا میگیره. شماها رو که میبینه آدم حالت تهوع بهش دست میده، شرمنده میشه. این دوگانگی، دوگانه ذلت و عزت رو، دوگانه اخلاص و ریا، دوگانه راست و دروغ، اینه که دوست دارن. چرا اینا دوست داشتنی هست؟ برای که اینجور آدم ها، همین شهدا، رزمنده ها، فداکاران، تو همین آخری شهید امروز، اون شهید هشت شعبی عراق و این شهید سپاه قدس ما، برای که اینا بچه های هست، آدم هایی هست که حالا ما پیر شدیم، هنوز به این دوره هم دوره خودمون میگیم بچه ها. اینا کسانی هست که خودشون رو 100% معامله کردن. یعنی واقعا تزشون اینه که من جانم، مالم، آبروم، وقتم، خوابم، بیداریم، اینا هیچی دیگه مال خودم نیست، همش رو به نام خدا فدای مردم، فدای ملت ها باید بکنن. چریک مجاهد، چریک های آزادی بخش، آزادی بخش ملت ها، قیام بین الملل، انقلاب جهانی، صدور انقلاب، دفاع از ملت‌های مظلوم بی‌دفاع در برابر گرگ‌های وحشی، کفتارهایی که اینا رو زنده زنده ملت‌ها رو می‌خورن و به ناموسشون اهانت می‌کنن. یک جوان مردانی، عیارانی پیدا میشن، همه چیز رو میدن بره با خدا پیمان بشن، فداکاری می‌کنن، به دنیا تفهیم می‌کنن که آقا حق چیه، باطل چیه. اگه این خون نباشه حق و باطل مخلوط میشه، این خون مرز حق و باطله. در دنیایی که هر کسی به فکر بیشتر خوردنه، یک کسایی هستن که به فکر بیشتر نخوردنن، بیشتر خوراندن. حضرت امیر فرمود طعام جسم خوردنه، طعام روح خوراندن. یه دی ما بیشتر به فکر بیشتر خوردنیم، یه دی مثل اینا هم به فکر خوراندنن. ما میخوایم دیگران فدای ما بشن، اینا میخوان خودشون فدای دیگران بشن، ولی با خدا معامله کردن. اینا با صحبت و سخنرانی و بخشنامه و بودجه و قانون و اینا درست نمیشه. عشق به شهادت یه معنای دیگری، یک معنای دیگری داره و او رو باید دقیق شناخت. من به نظرم در این گزارشایی که از جبهه میگید و میدید باید به این ابعاد توجه کنیم. اجازه ندیم توی یک روایتی که میکنید شنونده نسبت به شهید احساس ترحم کنه. من دم بعضی ها برای که گریه یه طرف رو در بیارن کاری میکنن که رحم کنه. دیده تفلک، بچه کوچیک داشت، اینجوری شد، تفلک شهید شد. اینا مثل که بر یک کسی که هر شرط که یه بیچاره ای داری گریه. اصلا گریه بر شهید و بر مجاهد گریه بر مظلوم بیچاره نیست. بعضی ها راجع به حتی سید الشهدا حضرت زینب یک جوری بحث میکنن که چون خودشونو مثل اونا فرض میکنن، اونا مثل خودشونه، خیال میکنن برای اونا این مسائل مهم بوده. عشق بر حسین عشق ذلت نیست، عشق عزته. امام میگفت گریه بر حسین گریه سیاسی عقیدتی، سیاسی عبادی است. گریه بر حسین گریه عبادی سیاسی است، چون خون حسین خون عبادی سیاسی است. اصلا کربلا سیاسی است، کربلا دعوای حکومته، سیاسیه. مثلی لا یبای مثل، نه که من با تو بیعت نمیکنم، مسئله شخصی حسین و یزید نیست، مثل منی هم با مثل توی بیعت نمیکنم، مسئله شخصی نیست. یکی سید شهدا صریح میفرمان که میدانم در کدام سرزمین کشته خواهم شد. اینا که میامدن نصیحت میکرد آقا کجا دانیم منیم؟ یک به هزار؟ اصلا درسته این کار شما؟ ما فقهی پیدا کردیم، فقه از زبازبان فقهی و شرعی گفتن کار حسین حرامه. آمدن آیه قرآن برش خوندن، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مگه قرآن نمیگه خودتون رو بکشتن ندید؟ چیکار دارین میکنید شما؟ خلاف شرعه. ولی حسین قرآن رو یه جوری دیگه میخونه و میفهمه. فقه حسین
ما دو تا فقه داریم، فقهی که میگفت کربلا خلاف شرع، و گفتن به امام حسین این عملیات انتحاری خودکشیه، یکم فقه حسین ابن علیه. گفتن آقا میدونی چی میشه چی میشه چی میشه اینجوری میشه؟ امام حسین گفت مگه من نمیدونم؟ فکر میکنی اصلا چیزی داری میگی که من نمیدونم؟ ببینید سید الشهدا چی میگن، جمله سید الشهدا محصول کل روایت جبهه و جنگ باید این باشه نه خلاف این. مگه ما باید کاری کنیم مردم دلشون بسوزه به حال اهل بیت؟ سید الشهدا تعبیرشون اینه: میدانم در کدام سرزمین کشته خواهم شد، میدانم قبر من کجاست، اون نکته ای که بدن پاره پاره من، پاره هایی از بدن من اونجا دفن خواهد شد، من دقیق اون نقطه رو میدانم. داری به من اخطار میکنی که چی میشه؟ این بدن من، این اعضا و جوارح من به دست گرگانی کربلا قطعه قطعه خواهد شد، میدانم قطعه ای از این بدن، پاره ای از این پیکر را به کوفه و شام خواهند برد، پاره ای دیگر به دست ساربان می سپارند، این سینه کوبیده و خورد خواهد شد. اینا جمله های امام حسینه. عضو سالمی در من نخواهد ماند، خوناشامان کربلا، خفاشان کربلا شکمهای خالیشون رو با گوشت بدن من پر خواهند کرد، با گوشت بدن من سیر خواهند شد. ولی خدا میخواهد، خدا فرموده است من باید کشته بشم، دخترای پیغمبر باید شلاق بخورن. دیگه با حرف درست نمیشه، دیگه با سخنرانی نمیشه. هر سخنرانی میکنم او طرفا ده برابر بهتر سخنرانی میکنه. آیه قرآن میخونه اونم میخونه، حدیث پیغمبر میگه، از شریعت میگه اونم میگه، استدلال میکنه اونم استدلال میکنه. دیگه فقط یک کار هست که باید کرد که دیگه اونا نمیتونن این کارو بکنن، این سرم. دیگه وقتی که حجاب از سر دخترای پیغمبر برمیدارید، دیگه اون رو چجوری میخواید توجیه کنید؟ خون ما دیگه، خون، فقط خون. اینا کار مهمیه. دین از دست رفته رو با خون میشه استرداد کرد و برگردوند، راه دیگه ای نداره. من اصلا احتمال بقا نمیدم، من اصلا احتمال نمیدم بعد تو مسئله کربلا زنده بمانم. ولی زندگی حقیقی تعریف دیگری داره. ما باید گزارش هایی که میکنیم اینا باشه. یعنی جلسه که تمام شد شما خاطرات میگید، جلسه که تمام شد بچه های نسل جدید آخر جلسه باید بگن یا لیتنا کنا معهم، اینو باید بگن، نه اینکه ته دلش بگه که عجب شانس داریم خدا رحم کرد ما نبودیم اون موقع. نباید اینو بگن، یا هم بگن که حالا خیلی چیز مهمی نبود، بود و نبودش فرق میکرد. اگر تونستیم جوری گزارش بکنیم واقعی هم، ولی معنا بعد معنوی و متافیزیکش رو بگیم که جلسه که تمام شد این بچه ها بگن یا لیتنا کنا معهم، کاش ما هم بودیم این دوران میامدیم جزوی بچه ها بودیم، اون وقت یک گزارش موفقه. شهادت شکست نیست. آقا این تعبیر عجیب، امیرالمومنین فرمودن اکرم الموت القتل، اصلا با شکوه ترین مرگ کشته شدنه. مرگای دیگه مرگهای بی ارزشی هست. بعضی خیال میکنن اینا که شهید شدن رفتن بقیه قرار اینجا بمونن، نه آقا اون رفته تو هم بعدش میری، اون تو خون تپید و رفت، مرگ سرخ بود بقیه مرگ زرده، بقیه مرگ زرده با سرطان و آمپول و سروم و اینا میمیری. مگر کسی که اینجا نمیمونه؟ اصلا اونایی که اون زمان جنگ عملیات های بودن برگشتن، خیلی از رفقای ما و مقالان رفتن، ما هم که میریم بی آخراش رفتن تموم شد، کسی نمیمونه اصلا اینجا. خیال میکنن اینا خیلی، به قول یکی از دوستان میگفت که یک شاه رفت دیدن یک عارفی، از یه عارف واقعی یا نه عارف های قلابی، چون به تعبیر بو علی میگفت العارف شجاع، کسی که شجاع نیست میترسه عارف نیست، عارف امامه. که میگفت والله تا به حال نترسیدم، با همه هم درگیر میشه، او عرفانه، عرفان فرار عرفان نیست، عرفان حضور عرفانه، عرفان جهاد. اون شاه به اون عارف گفت که
بیاد اونجا گفته من کاری با شما ندارم که بیام، شما یه کاری داری بیا. شاه پاشوده رفته اونجا برای نمایش بده که ما هم مثلا آدم معنوی هستیم. بعد آخر جلسه که داره خداحافظ میکنه به اون شخص اهل معنا میگه که واقعا شما خیلی فداکاری بزرگی کردید که از دنیا گذشتید. اون شخص بهش میگه که واقعیتش اینه که شما فداکار بزرگی هستید که از ابدیت گذشتی. شما از ابد گذشتی، خیلی واقعا شجاعی، جهنم رو به جونت خریدی، بهشت رو ول کردی، ابدیت رو ول کردی، به همین چند سال که تموم شد دلت خوشه، تو فداکاری، دم تو گرد، فداکاری بزرگ تو کردی، نه ما که داریم خیلی عاقلانه رفتار میکنیم. من دارم یه چیز کوچیک رو میدم، یه چیز بزرگ ابدیت رو دارم میگیرم. تو که ابدیت رو میدی برای این چند ماه و چند سال، تو خیلی فداکاری، باید به تو تبریک بگم. این همه شجاعت رو از کجا آوردی؟ چی رو با چی داری معامله میکنی؟ خب پس ما نگران اونا نیست. حضرت امیر فرمود اکرم الموت القتل، یعنی باید این آرزوی شهادت خروجی گزارش ها باشه. هر روایتی از جنگ میگید خروجیش باید باشه که بگن کاش ما هم اونجا باشیم، بودیم، کاش دوباره اون فرصت پیش بیاد که ما حاضر باشیم. یعنی رزمنده باید درست کنیم. اصلا اون عزاداری و روزخانی ابا عبدالله که از توش مجاهد بیرون نیاد، او عزای امام حسین نیست. او مجلس عزاییه که یزید گرفت برای حسین. میدونید که یزید اولین جلسه رسمی عزاداری روزه امام حسین یزید گرفت. بعد از اینکه از زینب و از سجاد افشاگری کردن تو شام، اوضاع به هم ریخت، یه مرتبه یزید حتی عوض کرد. کسی که اول چوب به دندان سید شهدا میزد افتخار میکرد، بعدش چی گفت؟ یه مرتبه گفت اصلا من نگفتم این کارو بگو، من گفتم برین کلا بیارین، رفتم سر آوردن. من که اینا رو نگفتم، من گفتم آقا جلوی شورش و فتنه رو بگیرین، اینا رفتن سر حسین رو برشان آوردن. بعدم با احترام، میدونین اسرای کربلا آمدنشون اسیر بود، برگشتنشون با احترام بود، با امکانات و احترامات رسمی حکومتی برگشتن. یزید مجلس عزا گرفت برای امام حسین، فقط مجلسش اینجوری بود، دستور داد تو مساجد جمع شن عزای حسین بگیرن، ولی قرآن پخش کنن، فقط قرآن میخونن و ثوابشو میدیم به روح حسین. راجع به بحث‌های سیاسی کسی بحث نکن، راجع به اینکه اصلا چی بود، چی شد، چرا اینجوری شد، سکوت. اذا قرأ القرآن، وقتی دارن قرآن میخونن چی؟ فنسو، سکوت، ثواب، گناه داره. یزید دستور داد تو جلسات عزای امام حسین، خودشم صاحب عزا شد، قرآن بخونین، فقط ثواب، ذکر، عبادت، طلب رحمت برای روح حسین، اصلا بحث سیاسی دیگه نکن. خب اینجور عزا که یزید جلودارش بود. دو تا عزا داریم، دو تا عزاداری داریم و دو جور روایت جنگ و شهادت داریم. یک روایت بود که دستگاه یزید کرد از عاشورا و کربلا که گفتن حسین قتل به سیف جده، ولی کشته شد، خلاف کرد، قیام کرد برای براندازی، با شمشیر جدش کشته شد، شمشیر جدش دست ماست، حکومته، ولی کشته شد، اشتباه کرد، خلاف شرع عمل کرد، خلاف قانون عمل کرد. این گزارش حکومتی بود. عزای حکومتی هم یزید گفت قرآن بخونیم، بحث نکنیم که چی شد چی نشد، هر چی شد گذشت، بر گذشته ها صلوات بفرستیم و هیچی دیگه نگیم. الان جای صلوات نیست، این صلوات یزید گفت. حالا صلوات بفرست. اینقدر مطیع یزید بودن. حالا دقت کردین من عرضم چی بود؟ یک روایت از کربلا هم زینب سلام الله علیها میکرد. دو تا راوی داشت، اونم یک راوی بود، اونم یک راوی بود، دو تا روایت بود. دو جورم عزاداری بود، عزای زینبی و امام سجاد، یکم عزای یزیدی. سید شهدا سلام الله علیه که برای همیشه معلم شهادت خواهد بود و هست و بوده و خواهد بود، میفرمودن مرگ، شهادت مثل گردنبند بر گردن دختر جوان زیبا، باعث زیباییشه. به تعبیر بعضی اساتید میگفتن که برای ماها مرگ گردنگیره، برای این شهدا رزمنده ها مرگ گردنبنده. فرق گردنبند و گردنگیر اینه، گردنگیر
ریخ خیرت رو گرفته، ما میخوایم فرار کنیم از مرگ، مرگ میاد تا ما رو حساب ما رو میرسد. اینا میرن بالای مرگ میخوابن، مثل قاسم سلیمانی، اینا دنبال مرگ میگردن، شهادت از دستشون فرار میکنه. سر شوخی رو باز کردن 40 سال پیش با شهادت، 40 سال دنبال شهادت میدونن، سر شوخی رو اینا وا کردن. آخرم هر روز میگن امروز روز آخرمونه. اینا یه آدم های دیگه، اینا بشر رو نجات میدن. مرگ برای اغلب مردم گردنگیره، برای ماها تحمیلیه، برای اینا گردنبنده، تحمل نیست، تجمله، زیباییست. مرگ در اختیار ایناست، اینا در اختیار مرگ نیستن. اینا مرگ را میمیرانند، مرگ اینا را نمیمیرانند، اینا با مرگ ابدی میشن، اینا نمیمیرن. و الا همه میمیرن، باید بمیرن، کسی اینجا نمیمونه. مرگ کسی رو رها نمیکنه. مرگ اغلب ماها رو، مردم رو از بین میبره. اما اینا، این شهیدا، اینا مرگ رو از بین میبرن. برای که اینا حی، خدا حی لا یموت، او میگه شهدا احیاءن، میگه شهدا هم میشن حی لا یموت. لا تحسبن امواتا، اینا میت نیستن، شما هم میتین، ما هم میتین، اینا بل احیا، خدای که حی لا یموت به شهید میگه حیه. خب این حیات یک معنی دیگه، این حیات معنیش خوردن و دستشوی رفتن و خوابیدن و اینا نیست، این که حیات نیست. حیوانات هم دارن، خوک هم داره، کرم هم داره، همه دارن، گیاه هم دارن. نا این تعبیر که لسان صدق دارن اینا، اینا میمونن تا ابد. ما و شما میمیریم تمام میشیم، هم فراموش هم میشیم. یادتون باشد امام میگفت 100 سال دیگه این 7-8 میلیارد آدمی که کره زمینن همه زیر خاکن، 100 سال دیگه یک نفرشون زنده نیست. با چند میلیارد کسای دیگه ای میان و اینا کلا فراموش میشن. ما و شما 50 سال دیگه کلا فراموش شدیم. بچه هامون یک 4-5 روز مجلس میگیرن تمام میشه. بچه های اونا میگن یک ننه بزرگ بابا بزرگی داشتیم. بچه های دیگه اونا دیگه اصلا نمیدونن ما بودیم. و همین جایی که الان شما نشستین، ما نشستیم، دلم میخواد یکیتون که زنده بودین 100 سال دیگه به ماها که رفتیم خبر بدین اینجا چه خبره، همینجا کیا میان، چی اصلا میدونن کیه، چی بوده اینجا، چی آقا، همه چی باد هواست، همه باد هواست. این که خدا در قرآن میفرماد همه فانی هم، کل شی فانیه، فقط او باقی است. بعد او که باقی است میگه هر کس برای من فدا بشه باقیه، حتی تو دنیا هم باقیه. یادتون باشه ماها فراموش میشیم، امثال این قاسم سلیمانی ها همین جای هم تا ابد ذکرشون میمونه. ضمن که دنیا اصلا جای مهمی نیست، جای موندن نیست. این تعبیر که سید الشهدا میفرمان که مردان حق، مردان و زنان حق مرگ رو تعقیب میکنن، مرگ رو تصاحب میکنن. شهید کسیه که خودش رفته دنبال مرگ، تحت تعقیب نبوده، مرگ رو تعقیب کرده، یقه مرگ رو گرفته زده تو گوشش، زده تو گوش مرگ. اینا با ماها فرق میکنن، اینا به مرگ مزین میشن، چون مرگ میشه گردنبند، زینت. اینا با مرگ زیبا میشن، ما با مرگ زشت میشیم، اینا با مرگ زیبا میشن. اینا ادبیات امام حسینه، میگه اینا میمانن تا ابد. خب کسی که اثرش تا ابد میمانه، معلوم میشه خود مؤثرم تا ابد میمونه، و الا اثر بدون مؤثر که نمیتونه باشه. وقتی اثرش تا ابد هست، مؤثر تا ابد هست. پیامبر فرمودن که شهید از این عالم که میره، ینمو عملو، عملش بعد از خودش تو همین عالم در حال نمو و رشده، خودش رفته عملش رشده. این امثال قاسم سلیمانی ها در ثواب رهایی ملت ها و درگیری با ستم ها و بیعدالتی ها تا ابد در ثوابش و در پاداش شریکه. حالا ایشون شناخته شده، صدها و هزاران کسانی امثال اوی هستند که قاسم سلیمانی های ناشناس هستند، گمنام هستند. این نکته محصول گزارش ما باید ایجاد اشتیاق و وله به جهاد و شهادت باشه در نسل جدید تا حد توان. چون خود سید الشهدا وقتی بهش گفتن آقا مرگ خطر میکشن فلان میکنن، گفت چی دارید میگید؟ ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف وله. سید الشهدا فرمودن مثل که من اشتباه گرفتید خودتون، من وله اوله، وله وله یعنی بیتابی، بیقراری،
سید شهید امام حسین میگه من اصلا بیقرار شهادتم، من هیچ ثانیه ها رو میشمارم که کی شهید بشم، تو داری به من اخطار میکنی، من مشتاقم، عاشقم، شیدای شهادتم، همونطور که یعقوب منتظر یوسفش بود، یوسف من خون سر منه، مرگ منه. این نگاه رو ما اگه بتونیم، این فرهنگ رو، این تفکر رو، این متافیزیک جنگ اینا هست، هر چی میگیم تهش خروجش باید این باشه، نه ای که بیتفاوت بشن به جهاد و جنگ، یا بگن کاش که نبودیم، یا بگن حالا که چی مثلا، یا بگن تو همه جنگا که خب اینا همه جنگا آدما کشته میشن یا تیز میشن خراب میشه، فرق اینا رو با اونا باید بفهمن. اهمیت جهاد، امیرالمومنین فرمودند افضل ما توسل به المتوسلون، بالاترین چیزی که باید بهش توسل کنید بگم چیست؟ الایمان بالله و رسوله و الجهاد فی سبیل الله. بالاترین دستگیری که باید به او متوسل بشید، یکی که خدا رو باور کنید، پیام رسولش رو بپذیرید حرفاشو، نتیجه همش هم چیه؟ الجهاد. جهاد مطار، جهاد فقط برای خدا، نه برای قدرت، ثروت، ریاست، سلطه، شهرت، اینا نه، فی سبیل الله، برای حق. این تعبیر امیرالمومنین، بالاترین چیزی که بهش متوسل باید بشید و میتونید بشید، توسل اصلیتون به جهاد بشه. اینا میشه متافیزیک جهاد و شهادت. انشاءالله خداوند از همه شما قبول کنه این جلساتی که میگذارید، تلاشایی که میکنید، و از خدا بخوایم که همه شهدا رو از کربلای شهید شهدا تا آخرین شهید امروز، این دو شهید بود، این ده شهید من شنیدم، ده نفر شهید شدن، هر ده نفر این شهدا که همشون از مجاهدین و اولیاء خدا بودن، انشاءالله توفیق شهادت رو خداوند از اونایی که تو این مسیر هستن بعد از این سلب نکنه، و امیدواریم که اینها با ابراهیم خلیل الله و با انبیا و رسولان بزرگ و با شهدای که در رکاب انبیا جنگیدن انشاءالله محشور بشن. و السلام علیکم و رحمت.